با سلام و درود به اندیشکده قانون اساسی حکومت پارلمانی ایران خوش آمدید. من سهراب چمنآرا هستم و روزهای یک شنبه حدود ساعت 12 به وقت لس آنجلس در خدمت شما هستم از طریق رادیو جوانان امروز. هدف اصلی ما تغییر قانون اساسی در ایرانه. این هدفی بوده که از حدود 20 سال پیش در موردش صحبت کردیم و تازه یک سالی هست که مردم در داخل ایران درباره اون صحبت میکنن و حتی اگر که فرصتی هم دستشان بیاد که برن در مقابل رهبر آقای خامنه ای صحبت بکنن، مواد و اصول قانون اساسی به رخش میکشن و خیلی ساده بهش میگن آقا این قانون اساسی شما اصل 110ش میگه که همه اختیارات این مملکت دست شماست، شما میتونید یک موضوع کش بدید یا کش ندید، فلانی دزدی بکنه بگید آقا فلان حرفی در موردش نزنید، فلانی هر کار خلافی میکنه بگید آقا کاری نکنه، هر تصمیمی که در ایران گرفته میشه به دستور شماست، یعنی کارهای بزرگ، البته ما نمیگیم کارهای کوچیک به دستور شماست، ولی وقتی که شما یک محیطی درست کردید مثل غار علی بابا و 42 بغداد باشه و در این غار علی بابا حکمران اصلی باشه و بقیه فرمان بردارش باشن، قاعدتا هر اتفاقی که در این غار میفته که شما ایجاد کردید در ایران شما مسئول هستید و اصل 110 قانون اساسی هم اینه میگه. ما دیگه در مورد قانون اساسی و اصولش بعد از 4 هفته که 4 تا 1 ساعت قانون اساسی آیتم به آیتم خواندیم و دیدیم که ایران گرفتار چه مصیبتی است در این 39 سال گذشته، دیگه لازم نیست اصول اون تکرار بکنیم و همچنین قانون اساسی مشروطه رو خواندیم از رو، اونم در 2 ساعت خواندیم چون اون خیلی ساده تره، اصلا قانون اساسی اونم نیست، یعنی گفته آقا شاه مملکت اینطوری که در قانون اساسی نوشته، قانون اساسی مشروطه، هر 3 تا قوه ناشی از اعلی حضرت همایونیه و اعلی حضرت همایونی هم به اصطلاح ناشر شیعه و به اصطلاح میشه گفت که اونم به یک نوع ولایت فقیه در حکومت شاهنشاهی مشروطه، منتها فرق اون با این اینه که تاج برداشتن تبدیل به امامج کردن و یه خوردم اختیاراتش به اصطلاح چی میگن محدودتر کردن، حالا نمیشه حتی محدودترش هم کرده باشن، به همین دلیل هم از شما میبینید که در قانون اساسی مشروطه نوشته که اعلی حضرت همایونی میتواند در آن واحد قوه را اصلا منحل بکنه و حکومت نظامی اعلام بکنه در آن واحد، ولی در جمهوری اسلامی حتی این میره توی یک پروسه طولانی که ما شاهدش بودیم در برکناری بنی‌صدر حدود 37 سال پیش و در حکومت شاهنشاه آریامهر هم بارها اینه دیدیم، حتی ایشان وقتی که یک نماینده مجلس به نام الله‌یار صالح از کاشان گویا انتخاب شده بود که بره توی مجلس و ایشان به اصطلاح از اون افراد جبهه ملی بود که خوششان نمی آمد، اعلی حضرت مجلس منحل کرد، یعنی که انتخابات انجام شد، مجلس درست شد، ایشان یه هفته بعدش در آن واحد مجلس منحل کرد و همینطور حتی بدون مجلس مؤسسان متمم‌های روی قانون اساسی مشروطه گذاشت که قوام السلطنه بهش نامه نوشت که حتی پدرت با اون قدرت هم نمیتوانست این کار بکنه، حالا تو چطوری این کار کردی و این باعث سقوط حکومت پهلوی میشه. معزالک در خارج البته یک عده‌ای هستن و من
احساس میکنم که هیچ لغتی به غیر از چاپلوس نمیشه روی اینها گذاشت. یه عده چاپلوس پیدا شدن که حالا خود شاهزاده اصلا توی این فکرام نیست، یعنی اصلا توی یک باغ دیگری است، داره یه فعالیت های دیگری میکنه، با این سناتور ملاقات میکنه، با اون سناتور ملاقات میکنه، نمیدونم یک افکاری توی کلش هست که بله دولت آمریکا ممکنه که این رژیم سرنگون بکنه و ایشان شاهنشاه بشن، که البته ما هم برایشان دعا میکنیم و که امیدواری موفق بشن. چون وقتی که شما برید در داخل ایران، البته درسته که شعارها بوده در بعضی از این تظاهرات رضا شاه روحت شاد، ولی خب اون منظور رضا شاه فقید بوده، رضا شاه کبیر بوده، رضا شاهی که 70 سال پیش فوت کرده، هیچ ربطی به شاهزاده جوان و محبوب ما در اینجا نداره. منتها خب اینه به حساب خودشان میذارن، نه اینکه ملت ایران دنبال ایشان است. و خب باشه، بذارین همه همچین فکریه بکنن. اون خانم رجوی هم از فرقه رجوی هم توی همین مایه ها فکر میکنه و اونم با خیلی از گردن کلفتای این رژیم در تماسه و اونم امیدواره که شاید اون هم بشه رئیس جمهور، بشه خانم رئیس، نمیدونم. به هر حال بدبختی ما ایرانی ها اینه که 5 میلیون اپوزیسیون داریم در خارج، اینا هر کدامم یک گروه های 10 نفری، 20 نفری، 40 نفری، حتی خیلی خیلی بزرگشان 100 نفری، که اونم بیشتر ایمیل لیسته، چون وقتی هم که فراخوان میدن و کنگره درست میکنند و اینها درست میکنن، میبینیم میرن اونجای 10 تا 12 نفر هستن اونجا با هم. خب حرفم برای زدن زیاده، چون مملکت ما آنچنان در منجلاب و بدبختی و فلاکتی افتاده که شما هر کسی، هر کس و ناکسی میتوانه بیاد بره یک رادیو تلویزیونی برای خودش درست بکنه و شروع بکنه به حرف زدن که بله در آذربایجان این دریاچه ارومیه داره خوش میشه، بیچاره مردم خوزستان هم آب ندارن بخورن، مردم بلوچستان هم توی زیر ریزگرد هستن، خلاصه بدبختی ها، اعدام، نمیدونم زندانی، ناهنجاری ها، اعتیاد، همه چیز به قدری زیاده که اصلا هر کسی میتوانه بدون هیچ سابقه ای اسمش عوض بکنه، بیاد یک فرهوهری هم بذاره پشت سرش و نمیدونم یه قبر کوروش هم درست بکنه و اینا، و حرف از ایرانیگری بزنه و بله بریم این رژیم سرنگون بکنیم. با پیر مردای هم هستن که 80 و 85 ساله هستن، حرف از فقط سرنگونی میزنن که آقا بله ما بریم رژیم سرنگون بکنیم و بعد قانون اساسی مجلس مؤسسان توسط خبرگان درست بکنه. آخه یکی نیست به اینا بگه پدر آمرزیده، آخه تو به من بگو که اصلا چطوری میخوای این رژیم سرنگون بکنی؟ آقا فعلا در مورد اونم آقا در مورد چی میخوای صحبت بکنید؟ شما هی حرف از دوران گذار میزنید، یه لغت هایی درست میکنن از خودشان که من دوران گذار، هر چه میخوایم بگیم آقا دوران گذار یعنی چی؟ یعنی قبل از سرنگونی، زمان سرنگونی، بعد سرنگونی، این دوران گذار چیه؟ خب حالا این اصلا جا این که حرف از این مجلس مؤسسان میزنن، آقا تو بیا به من بگو که این مجلس مؤسسان تو کجای قانون اساسی آمریکا و یا ایران نوشته شده؟ ولی برو قانون اساسی مشروطه رو بخوان، ببین مجلس مؤسسان در قانون اساسی مشروطه 1906 چطوری تعریف کردن. مجلس مؤسسان مجلسی است که اولا باید 2/3 سنا و این تاییدش بکنن، بعد بفرستنش خدمت اعلیحضرت همایونی شاهنشاه آریامهر، ایشان اگر تایید کردن میگن که آقا برین مجلس مؤسسان درست بکنید. بعد مجلس مؤسسان وقتی که 500 نفر انتخاب کردن، باید به شرف عرض همایونی برسانن که اصلا میخوایم درباره چی صحبت بکنیم، و اگر که
اعلی حضرت همایونی موافقت کردن با این چیزهایی که اینا میخوان در موردش صحبت کنن، میگن بفرمایید، بله برید صحبت بکنید. بعد آخر این اصل قانون اساسی میگه شما در مورد دو چیز نمیتوانید اصلا بحث بکنید، یکی دین شیعه اثناعشری نمیدونم فلان و فلان هست، و یکی هم اختیارات شاهه. که خب آقا، آخه شما که قانون اساسی 1906 هم نخواندید، آخه چیه ای دارین الان 20 ساله دارین برای ماه میگه نه خیر، ما قانون اساسی 1906 داریم و بعدا میرویم مجلس مؤسسان درست میکنیم. اصلا لغت مجلس مؤسسان بیاین تعریف کنید برای این ایمیل لیست خودتان. من اصلا اینا رو گروه نمیدانم، جبهه هم نمیدانم، کنگره هم نمیدانم، به خاطر که اینا حتی نمیدونن این لغات تعریف بکنن که آقا این منظورشان چیه. مردم ایران تو یک فلاکت و بدبختی هستند که اصلا آدم نمیتونه تصورش بکنه. مردم خودکشی میکنن به خاطر که نمیتوانن تحمل بکنن که بچه هاشون توی این فقر و فلاکت هستن. همه آدم های درست حسابی بودن، از ما خیلی بهتر، از ما سرشناستر هم توی ایران بودن. آخه شما که توانستیم، ما فراری ها، و اسم خودم هم فراری میذارم، ما فراری ها که توانستیم از ایران خارج بشیم و بیایم در اینجا یک زندگی مرفهی داشته باشیم، اصلا قابل مقایسه با اون نیستیم. من خود من که 50 سال پیش فارغ التحصیل شدم، صدها هم دوره و رفیق در ذوب آهن دارم، در تمام شرکت نفت دارم که باشان همکار بودم، و الان اینا تو ایران ماندن. من اصلا خجالت میکشم به اینا تلفن بکنم بگم حالت چطوره، از ترس اینکه 4 تا واقعا حق داره اونا به من فحش بدن که آقا رفتی از ایران، رفتی بیرون، رفتی توی شیکاگو نشستی، خوش و خرم داری زندگی میکنی، بعد حالا آمدی حال منو میپرسی. آقا حال چند تاشونه بپرسم؟ 10 نفر که نیستن، 100 نفر. وقت بعد میای تمام این ویدیوها رو نگاه میکنید، ببینید که آقا اینطوری این وضعیت مملکت ما. حکومت میشه طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط علی بابا و 40 دزد بغداد. همینه که هست، همینه، به همین خلاصگی. تا زمانی که این قانون اساسی ما داریم که اصل 44 توش هست، اصل 110 توش هست، اصل 1 تا 175 توش هست، ما روی خوش به این مملکت نمیبینیم. چون هر کاری که اینا میکنن، از دزدیشان گرفته تا اعدامشان، تا زندانی کردنشان، تا نمیدونم اسید پاشیشان، هر کاری که اینا میکنن طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی میکنن. کلاه بزرگی که سر ما رفت این بود که در بهمن 57 ما آمدیم مجلس مؤسسان رو تبدیل کردیم مجلس خبرگان، و در مجلس خبرگان آمدن یه قانون اساسی چپاندن تو حلقوم این ملت، و از فروردین 1358 یعنی الان حدود 40 سال ما گرفتار این قانون اساسی هستیم، و هر کاری که میکنن. حالا اگر من، چون تا 10 سال بعد از انقلاب تو ایران کار کردم، در اکثر این پروژه هایی که اینها انجام میدن شرکت داشتم و یعنی در جریانش بودم. خود من در چندین مناقصه شرکت کردم و دیدم که چطور اینها هیچ کاری نمی کنن مگر اینکه بتوانن توش دزدی بکنن. اولین تجربه شخص خود من، با من مقاطع کار بسیار موفقی بودم قبل از انقلاب، یعنی در سال 1356 من در جزیره قشم کار میکردم، لوله کشی قشم به بندر عباس، شرکت گازش بودم، پیمانکار اونجا بودم، بعدش نمیدونم برق، نمیدونم توی اصفهان کار میکردم. تمام اینها انقلاب که شد، شرکت های خارجی که رفتن بیرون چون منو میشناختن، به من تمام کارهاشون توی ایران مقاطعه دادن. شرکت آسیا، شرکت بران باوری، نمیدونم شرکت مرشر، اینها برقش، اون یکی آب شیرین کنش، اون یکی نمیدونم آب سرخس برای گاز نکاب سرخس، تمام اینها
اینها هم که انجام دادم، بعد خودم به عنوان یک شرکت فکر میکردیم که بابا آدمای درست حسابی که دیگه دزد نیستن. البته در رژیم پهلوی هم دزدی این طرف اون طرف بود، ولی بعدش فکر کردیم که آقا ممکنه این ویدیویی که الان میخوام شما ببینید، خواهش میکنم اینه ببینید، چون مربوط به مازندران میشه و جایی که من در اونجا فعالیت داشتم و میدانم درد دل این نماینده مجلس نمیدونم کیه، بالاخره در یک جماعتی داره صحبت میکنه. اینه، توجه بفرمایید تا اینکه بنده خدمتتان برسم و بیشتر در مورد پروژه هایی که در ایران خود من شرکت داشتم صحبت بکنم. فعلا این ویدیو نگاه کنید تا بعدا خدمتتان برسم. من هم به نوبه خودم بر من تصدیق عرض میکنم این ضایعه اسفناکی که بامداد دیروز اتفاق افتاد به مردم شریف کردستان، خاصه دو نماینده محترم کردستان در شورای عالی. انشاءالله که به سمتی بریم که دیگه این حوادث فلا تکرار نشه، که رویاست اما کمتر تکرار بشه و به این حجم از دلخراشی نباشه. درود بر شما مهربانیاران و همراهان نیکندیش، آقای رئیس، نمایندگان محترم. من از سوادکوه آمدم، از سرزمین اسفحبت خورشید، سرزمین ارتفاعات سترگ چرات و آلاشت و خرونرو و عرفکو، از دیار مردان مرد و راستقامت تاریخ این کهن دیار اهورایی، سرزمینی که 80 سال پیش راه آهن سراسریش با پل ورسک و پل دعاب و تونل‌های گلوک و دوگل برند ایران و آسیا بود، امروز تأمین آب آشامیدنی دغدغه اصلی مدیرانش است. سرزمینی که 50 سال پیش کارخانجات معادن زغالسنگ البرز مرکزیش هزاران نیروی با واسطه و بلا واسطه را مشغول کسب رزق حلال میدید، امروز جوانانش کنار خیابانها دست فروشی می کنند و آواره استانها و اقلیمهای دیگرند. همان دیاری که کارخانه اشوای تراورس شیرگاهش با 10 هکتار زمین و 17,000 متر مربع سوله مسقف از 85 سال پیش موجب مباهات صنعت کشور بود، بیش از 2 دهه است که سکوتی اندوهناک و قبار بی تدبیری و بی دانشی و بی مسئولیتی بر جای جایش نشسته است. همان سرزمینی که سالانه بیش از 20 میلیون گردشگر از آنجا عبور می کنند، اما به سبب فقدان یک برنامه دقیق و مدون، ظرفیت های گردشگری چون لفور، میانشار، پلنگدره، پارک جنگلی چایباغ اندرگلی، سد برنجستانک، غار زنگیان، پل 12 چشمه شوراب، گلناب دره دراستله، قلعه کنگلو، آبشار انجلیکا، غار اسفندیار دره، برج لاجیم، آبشار گزو، کلیسای سرخاباد، دریاچه شورمت، پل تاریخی شاپور چایباغ همچنان برای هموطنانمان ناشناخته باقی مانده است که اگر نبود سریال پایتخت، کسی در ایران نام شیرگاه، این شهر زیبای پلها و سد سنبل روز را نیز نمی‌شناخت. آقای رئیس، نمایندگان محترم، من از مازندران آمدم، همان بهشت فراموش شده، سرزمین شمشادهای سوخته که به نام خودکفایی سازمانها، ادارات و نهادهای دولتی چوب حراج بر گنجهای پیدا و پنهانش زدند و جانش را چنان آزردند که تماشای زخمهایش دل هر انسانی را به درد می آورد. از تاراج جنگلهای هیرکانی گرفته تا برداشت جنون‌آمیز رودخانه ها و منابع آب زیرزمینیش و نابودی آبزیان دریای مازندران و پرندگان مهاجر بومی و انتقال آب چشم ساران و سدهایش به این استان و آن استان، سالهاست ذخایر زی قیمت خدادادی مازندران مددکار دولتها و دولت مردان خامفروش و کم تخصص ما شده است و اکنون فاجعه زیست محیطی دیگر و انتقال آب دریای مازندران به دشت سمنان در راه است. اما خبر بد این که امروز احوال خود مازندران، این مام بخشنده زندگی آفرین میهن، نیز رو به وخامت است.
امروز آب در مازندران می رود تا مبدل به اکسیری گرانبها شود. باورتان می شود؟ طی یک فاجعه مدیریتی و نظارتی در دو دهه اخیر هزاران ساختمان کوچک و بزرگ در تمامی ییلاقاتش سر برآوردند و منابع زلال آبهای سرچشمه های مازندران را مبدل به مدفن زباله ها و فاضلاب های سرویس های بهداشتی نمودند. رامسر و چالوس، نور و نوشهر، تنکابون عباس آباد، این کار پستال های زیبای خاورمیانه و جهان همچنان در حسرت توسعه زیرساخت های گردشگری دهه هاست که می سوزند و نجیبانه دم بر نمی آورند. از کارخانجات نساجی قائم شهر که از 87 سال پیش قطب صنعت این کشور به شمار می آمدند، تنها نامی باقی مانده و یک واحد نیمه جان با انبوهی از مطالبات معوق کارکنان و کارگرانش، در حالی که کارخانجات شماره 1 و 2 نساجی چونان گوشت قربانی بین نهادها و سازمانهای خاص و غیر خاص، دولتی و غیر دولتی، به ثمن بخت فروخته و واگذار شد. مازندران به تنهایی قادر است در المپیک بدرخشد و همپای میهن عزیزمان افتخار آفریند و بالاتر از بیش از 100 کشور دنیا بایستد. نگاهی به مدال‌های جهانی و المپیک مازندرانی‌ها بیندازید. چند مدال طلای جهانی و المپیک را جوانان دلاور مازندرانی باید بگیرند تا به مسئولین کشور و دولت شایستگی‌هایشان اثبات شود. باید خون گریست که در پایتخت کشتی جهان یک آکادمی استاندارد بین‌المللی کشتی وجود ندارد. باید خون گریست که در بهشت دام و دامپروری ایران دام زنده از استانهای دیگر و گوشت یخ‌زده برزیلی وارد می شود. باید خون گریست که در مهد کشاورزی و برنج ایران خروار خروار برنج پاکستانی و هندی وارد می شود. این ناملایمات و رنجها به همراه ده‌ها و صدها مشکل خرد کلان دیگر، نظیر رانت‌خواری‌ها و اختلاس‌هایی که صدا و سیمای خودمان از آن خبر می‌دهد، گرانی، تورم، بیکاری، گورخوابی، رکود، کولبری، کارتون‌خوابی، کودکان کار، اعتیاد، طلاق، مؤسسات مالی، دانشجوی ستاره‌دار، ممیزی، فیلترینگ، گشت ارشاد، برادران قاچاقچی و مسکن خالی از مهر، تنها و تنها گوشه ای از رنج هایی است که این مردم مدت هاست با آن دست به گریبانند. 2 دقیقه مونده جان. کاسه های صبرشان لبریز شد از این همه شعار و وعده های خالی از عمل. قاطبه اینهایی که از دیماه 96 تا کنون به خیابان های شهرهای ما آمدند اغتشاشگر نیستند. اینها برادران و خواهران و فرزندان رجایی ها و همت ها و کلاه دوست ها و باکری ها هستند، همانانی که 8 سال از وجب به وجب خاک این کشور با خونشان دفاع کردند و بیش از 200,000 شهید دادند، همانانی که در تمامی انتخابات سنوات گذشته پرشور و مسئولانه همدل و همزبان برای حفظ و تعالی نظام جمهوری اسلامی به میدان آمدند. اینان به تنگ آمدند زیرا روزی نسلی در این کشور چشم باز کرد و مطهری ها و طالقانی ها و بهشتی ها و مصدق ها و بازرگان ها را دید، اما امروز این نسل که چشم باز کرد مرتضوی ها و خاوری ها و توسی ها و رحیمی ها و زنجانی ها را دید. سخن کوتاه کنم، ما نمایندگان این ملت نجیب و غیرتمند در شورای عالی استانهای کشور و عنوان ناب‌ترین تجلی اراده ملت در برابر این مردم مسئولیم. ما نمایندگان بدون ستادها و هزینه های میلیاردی این مردمیم و از این حیث باید گفت که شورای عالی استانها فخر دموکراسی این کشور است و این شورا در کنار ملت بزرگ ایران برای اعتلاء نظام و کشورش خواهد ایستاد. بنابراین پیشنهاد میکنم برای دفاع بدون لکنت از حقوق آحاد ملت شریف ایران، طرح مسئولیت قضایی اعضای شورای عالی استانها در دستور کار شورا قرار گیرد.
تا به عنوان سند افتخار نظام در دفاع از حق آزادی بیان مورد تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان قرار گیرد. مهربان یاران، به شورای عالی استانها که پای نهادم و با شما از دردها و مشکلات استانهایتان بیشتر و بهتر از قبل آشنا شدم، گویی رنج و هرمان سوادکوه و مازندران را از یاد بردم. افسوس و دریغ خوزستان که هوا نداری، افسوس و دریغ سیستان و بلوچستان که آب نداری، افسوس و دریغ بانه و مریوان که نان نداری. پاینده و بهروز و سربلند باشی. خب ویدیو هم که دیدید، حالا یک خلاصه ای بود در مورد یک استان ما که بزرگیش اندازه هلند و تمام شرایط میشه گفت اقلیمی، جغرافیایی و همه چیز مساوی هلند داره، از نظر مساحت، از نظر مقدار آب به اصطلاح دریایی که باش مواجه هست، خشکی که باش مواجه هست، رطوبتش، جنگلهاش. و حالا هلند شما مقایسه بکنید از با تمام ایران از نظر درآمد و آزادی. خب چرا این طوره؟ عکس اون بابایی که اون پشت شما نگاه کنید، آقای خامنه ای، و اختیارات اونه برید در قانون اساسی بخونید. در آخر ویدیو آقا خواهش میکنه از شورای نگهبان، آخه قربانت برم شورای نگهبان کیه؟ شورای نگهبان هم همین آقای خامنه ایه، ولی فقیهه. بنابراین شما هیچ راهی ندارید، اینها همش درد دله، درد دلی که مردم ایران در کوچه و بازار میکنن. این نماینده مجلس، نماینده یک نهاد دولتی انتخاب شده مردمه که بره اونجا حرفای درد دل مردمه بزنه و میبینید که خب یه خلاصه از اونجا گفت. حالا چرا در میان هزاران ویدیو که امروزه پخش میشه در ایران از این جنبشی که از سر تا سر ایران جد، من این انتخاب کردم که نشان شما بدم، به خاطر که خودم یکی از افرادی بودم که در این مازندران بودم و فعالیت کردم برای محیط زیستش، محیط زیستی که این داشت ازش مینالید. و اون از این قرار بود، از سالی که قرار بود آشغال آمل، اگر یادتان باشه، البته شما مربوط به چه به 17-18 سال پیشه که آشغال آمل بلند می‌کردن با کامیون برمی‌داشتن می‌آوردن در کهریزک تهران می‌ریختن. شما نگاه کنید ببینید چه مسافتیه باید شما طی کنید که از آمل بیاید تا جنوب تهران و اینه آشغال بردارید. یعنی ملا نصرالدین هم این کار نمی‌کنه. در اون موقع شرکت من که یک شرکت آمریکایی بود و می توانستیم با ایران کار بکنیم، پیشنهاد کرده بود به زمان آقای خاتمی که به اصطلاح یک آزادی نسبی هم بود و ایشان دو تا معاون استاندار، دو تا استان هست در مازندران، گلستان و بوستان، دو تا معاون استانداری و مدیر اجرایی، معاون استاندار و یک نفر از وزارت کشور مسئول شهرداری های تهران به دعوت بنده آمدن، منتها آمریکا نمی توانستن بیان، از کارخانه که من در شمال آمریکا نزدیک ونکوور داشتم، یعنی در استان واشنگتن داشتم، یک کارخانه کوچیک یک مگاواتی بود که آشغال ما تبدیل می کردیم به برق، روزی هم 70-80 تن آشغال تبدیل به یک مگاوات برق می کردیم. خب اینها ایرانی بود، بنابراین اینها رو بردیم یک هفته تمام در یک 10 روز تمام در ونکوور و تا حتی این ور و برم می بردم. ایشان مهمان من بودن که آقا بیاین اینه نگاه کنید، بیاین این مسئله ایست بود. رفتند و به اصطلاح بررسی ها شد. اون موقع هم یه آقای توکلی معاون وزیر کشور بود و خب اینا آمدند و رفتند و بعدش هم من در از اون موقع تا الان دنبال همین کار تبدیل زباله به برق هستم. حالا در مازندرانش مهمه، بیا و برو مازندران. یک دفعه دیدیم آقای معاون استاندار بوستان به من تلفن کرد که آقا
آقای خامنه ای تشریف آوردن در ساری و گفتن آقا این آشغال ها را تبدیل بکنید به کامپوست. آقا پدر آمرزیده، مگه تو متخصص کامپوست هم هستی؟ درست ولایت فقیه هستی؟ یعنی میدونید که باید پای چپ اول بذارین تو توالت یا پای راست بذارین تو توالت، ولی دیگه متخصص این کارها که نیستی. خب در اون موقع کی وزیر به اصطلاح چیز بود؟ همین خانم ابتکار وزیر محیط زیست. شما ببینید هیچ کاری نمیشه کرد در ایران. و اون موقع تازه ما از گفتیم ها مازندران بل کنید آمدیم تهران که آقا این پیشنهاد تبدیل آشغال دادیم به شهرداری تهران. از اون موقع حدود 10 سال بیا و برو و باشن صحبت کردن و نماینده رفت صحبت کردن. بعد دیدیم آقا کاری که ما به قیمت 5 میلیون دلار قیمت داده بودیم که این کار انجام میشه، آقای قالیباف این کار به مبلغ 44 میلیون دلار انجام داد. 44 میلیون دلار که در انتخابات ریاست جمهوری وقتی که ادعا میکرد که ما در کهریزک آمدیم آشغال تبدیل به برق کردیم، رئیس خود محیط به اصطلاح بازیافت تهران آمد یه ویدیوی درست کرد که این ویدیوش هم من حتی گذاشتم توی یکی از ویدیوهام نشان دادم که آقا اصلا همچی چیزی نیست. 44 میلیون دلار برای یه کار 5 میلیون دلاری آقای قالیباف خرج کرده که چه کار بکنه؟ 1 مگاوات تولید بکنه که اونم تولید نکرده. یعنی الان شما برید کهریزک چیزی نمیبینید. اینها دو تا نمونه های از کارهایی هست که خب من به طور شخصی درش بودم دیدم. حالا از کارهای شرکت نفت، درگیری ها با آقای نعمتزاده، تمام این کارها را اگه من ردیف بکنم از اول انقلاب که آب آذربایجان شروع میشه که یک کار 35 میلیون مارکیه اینا به 120 میلیون دلار، یعنی کار حدود 15 میلیون دلاری به 120 میلیون دلار دادن به یک شرکت کازاگرانتای ایتالیا که روش 100 میلیون دلار بخورن. آره کی بخوره؟ اون موقع این پسر آقای رفسنجانی همه 16 سالش بود. اون موقعش 100 میلیون دلار خورد. یعنی شما اگر که نگاه به تمام پروژه هایی که اینها بکنید انجام بدید میگید که چرا اینطوری میشه؟ به خاطر اینی که دزدی بکنن توش. همین الان در مورد مسائل آب ویدیوهایی گذاشتن که چطوری این آبهای سیلاب‌ها رو هدایتشان بکنن در یک جای برن در آب زیرزمینی که بعداً بتوانن ازش استفاده بکنن. که من وقتی که اینه به صورت ویدیو توی یعنی به صورت ایمیل که از دوستانم برام فرستاد گفتم آقا پدر آمرزیده در ایران تو هر پروژه‌ایه که تو معرفی بکنی به دولت بگی آقا بیاین این پروژه رو انجام بدی، اول چیزی که اینا نگاه میکنن که آقا چقدر گیر ما میاد، یعنی چقدر میشه رو این دزدی کرد. شما یک کار 10 میلیون دلاری هم به اینا پیشنهاد بکنین 10 میلیون دلار میکنن، 100 میلیون دلار که روش 70 80 میلیون دلار بدزدن. به همین دلیله که شما میبینید در شمال این بدبختی سر ما آمده و هنوزم که هنوز ما هی ادامه دادیم. هر استانداری که عوض میشه، هر فرمانداری که، هر شهرداری که عوض میشه، به این دوستان ما میگیم آقا این پیشنهاد ما رو ببریم بعدن به آقای فلان شهردار رشت بدید، به شهرفرد شهردار ساری بدید، به شرکت چوک ها که این همه زباله چوب داره اینا رو تبدیل به برق، حتی تبدیل به گاز بکنیم، استفاده ازش بکنیم، اینطوری آشغالدانی نشه شمال ما. بعد آخرین چیزی که ما شنیدیم این بود که آقا در شمال شما هیچ کاری نمیتوانید بکنید چون اینجا در انحصار آقازاده هاست و آقازاده ها چه کار میکنن؟ درخت های شمال میبرن و چوبش میفروشن. یعنی اینکه جنگل های شمال ما از 20 سال گذشته تا الان 1/3 نابود شده. اینا دیگه ارقامی است که خودشان تایید میکنن. یعنی میخوان حتی شمال هم اینا بکنن بیابان. آقا خوزستان بیابان کردید، آذربایجان بیابان کردید، نمیدونم اصفهان و شیراز و نمیدونم بلوچستان که مدت هاست بیابان شده،
میخوان شمال هم اینها بیابان بکنن. واقعا یکی از دعاهای ما میکنیم که این رژیم در سال 2020 عوض بشه، تغییر پیدا بکنه، فقط به خاطر اینه که اگر اینها تا سال 2025 یعنی 5 سال 6 سال دیگه دوام پیدا بکنن، اصلا چیزی به نام ایران به عنوان یک مملکتی که بشه دوتا درختم توچکاش وجود نخواهد داشت، همش میشه بیابان. تمام اینها هرچه پول دزدیدن همه رو خارج کردن تو بانکای ایران که نذاشتن. در همین بهبوهای ارزی که یک دفعه ارز از 4000 تومان حالا میگن شده 12-13000 تومان، اینها خودشان آمدن میگن که آقا 40 میلیارد دلار ارز از ایران خارج شده، قیمت طلا که 3 برابر شده. آقا اون هم طلا گفتن یه دفعه یکی از آقازاده ها خریده و سوار هواپیما کرده نمیم ببرده دبی. یعنی اینها یه موقع من میگفتم آقا ایران شده علی بابا و چلدوز بغداد، ولی اینطوری نیست، اینجا شده نمیدونم اینها اصلا چی هن. کاری که مغول سر این مملکت آورده اینها اصلا باید یه موقعی جوک بود که میگفتن اولای انقلاب بود، میگفتن آقا همه شاه تو خواب دیدن که عینک آفتابی گذاشته رو چشم، میگن آقا چی شده، گفت انقدر به من گفتن نور به قبرت نباره، به نور به قبرت بباره من دیگه عینک آفتابی همیشه تو چشمم میذارم. این جوک اولای انقلاب بود. الان باید گفت که آقا تیمور لنگ، چنگیز مغول، نمیدونم اعراب مسلمان اولیه، اون همه جنایت که کردن، اون که جنگ نبرد گرگان گرفت 30000 گرگانی گردن زد در عرض یک روز، اینها همه شو باید عینک آفتابی بزنن. بابا اینا همه رو روسفید کردن. یعنی تو وقت توی همچین شرایطی که حتی چنگیز مغول هم روسفید شده، یه بابای بلند میشه فراخوان نهضت نمیدونم رفراندوم یا نمیدونم نهضت یک چیزهای دیگه میزنن که آقا برین تظاهرات بکنه. آبا چی میگین تظاهرات بکنین؟ ملت ایران یه همچین وضعیتیه. من ده ها و ده ها بار تو این وضع گفتم آقا اگر شما بیاید یک استخوان حیوان تو قبرستان حیوانات در بیارید با کمک این کلونسازی و اینها تبدیلش به یک انسان بکنید و یک لباس انسانی داشت بودید، آقا شما اینه میپسندید یا این که این رژیم میپسندید؟ شما مطمئن باشید الان 90% مردم رای میدن که آقا ما این یکیه میپسندیم، یعنی او حیوانه رو ترجیح میدن به این رژیم به خاطر این بلاهاییست که این رژیم سرشان آورده. حالا تو اینجا یه عده خر بیار دارم جاو برشان داشته که میخوان یا شاه بشن یا بشن رئیس جمهور، فراخوان میدن. اصلا نگران اینها هم نیستیم، چون تمام طرفداران اینا رو که در خارج شما رو هم بذارید 2000 نفر هم نمیشه. به همین دلیل هم هست فراخوان میدن برای اعتصاباتی که در ایران انجام بشه، چون اعتصابات داره انجام میشه، اینا میگن به حساب ما. یارو تو فوتبال برنده میشه ایران، بعد مردم جشن میگیرن، اینا میگن بله بله آمدن برای ما جشن گرفتن. حالا هم دارن فراخوان میدن برای اعتصاباتی که ماه مهر اینجا انجام بشه یا مهر و آبان انجام بشه، از حالا فراخوان میدن. هیچ جای نگرانی نیست، چون اینها وقتی فراخوان میدن در خارج از کشور که آقا جمع بشید یک جایی، میبینید آقا 500 نفر هم 100 نفر هم اونجا جمع نمیشن، با وجودی که همه از شعبان بیمخا و افراد طرفدار اینها هستن جمع نمیشن. حالا فراخوان میدن که میلیون ها نفر. بابا ده ها بار گفتیم احمدی نژاد منفورترین رئیس جمهور ایران، شاید میتوانه 10 میلیون نفر تو ایران با 2 کیلو سیب زمینی جمعشان بکنه، ولی شما نمیتونید حتی 500 نفر هم تو ایران دور خودتان جمع بکنید، چون مردم ایران که فهمیدن، مردم ایران که دیگه نمیخوان بعد از یه انقلاب 57 اون همه بدبختی سرشان آمده بعد از 40 سال دوباره برگردن به همون رژیم مشروطه نمیدونم قانون اساسی 1906. این وضعیت کنونی ماست. حالا متاسفانه هرچه این دوستان و هموندان و افرادی که در خارج از ایران حرف از قانون اساسی میزدن، اینا حالا یه اتفاقاتی افتاد، جولیانی و نمیدونم
بولتون آمدن تو کاخ سفید، اینها هم یک دفعه همه به هیجان آمدن که بله ما دیگه حالا نوبت ماست. رفتن گروه های درست کردن برای خودنمایی و تظاهر به طرف آقای ترامپ. دو هفته پیش هم آقای ترامپ وزیر خارجهش رفت سخنرانی کرد و الان هم دارن بحث میکنن که بیان با هم مذاکره بکنن. خبر همین روز دوشنبه است که آقا گفته، آقای رئیس جمهور ایران هم گفته که ما حاضریم صحبت بکنیم، ایشان هم گفته صحبت بکنیم، حالا ببینیم نتیجهش به کجا میرسه. مردم ما تنها راه نجاتشان فقط تغییر قانون اساسیه. چون شما اگر هر رژیم دیگری بیاید، من بارها اینه گفتم، اگر شما بردارید 1,000,000 آخوند و عمامه دار و بی عمامه رو همه اینا رو جمع بکنید ببرید در یک جزیره قشم، اونجا جاشم بدید، بگید آقا اینجا شما بخورید و بخوابید، کاری به کار این مملکت نداشته باشید، شما میبینید در سال اول ممکنه یک اتفاقات خوبی بیفته و نمیدونم یه اصلاحاتی بشه، ولی سال دوم اگر قانون اساسی همین باشه، همین کاساس و همین آش و همین حالت دوباره پیش میاد، دوباره یک ولی فقیه به وجود میاد، دوباره یک شورای نگهبان به وجود میاد، دوباره یک مجلس اسلامی به وجود میاد. هیچ راهی نداریم مگر اینکه قانون اساسی عوض کنیم. اگر قانون اساسی ما عوض بکنیم، نه احتیاج داریم به سپاه دست بزنیم، نه احتیاج داریم به بسیج دست بزنیم، نه احتیاج داریم به هیچ نهاد دولتی و غیر دولتی دست بزنیم، همه اینها سر جای خودشان بمانند. فقط شما قانون اساسی عوض کنید، قانون اساسی بخوانید تا بفهمید منظورم چیه. چون شما میبینید که در قانون اساسی نوشته، قانون اساسی که مونتسکیو گفته، چند 300 سال پیش گفته، 400 سال پیش گفته، آقا حکومت باید دارای 3 قوه باشه، یک قوه مجریه، یک قوه مقننه، یک قوه قضاییه، که اینها از هم جدا باشن و هیچ کس هم آقا بالا سر نداشته باشن. همین قانون اساسی آمریکا رو ما اینجا دوباره برای شما نشان دادیم، گفتیم آقا ساده ترین و بهترین قانون اساسی، قانون اساسی آمریکاست. نشان میده که آقا اولش میگه این 3 قوه و وظایف هر دسته رو تعیین میکنه و این دیگه چیز اصلا مثل چه بگم، طوریه که سوال نیست که دیگه رئیس جمهور که نمیده، رئیس جمهور قوه مجریه است، قوه مقننه مردم تعیین میکنه، این ستا بهش میگن چک اند بالانس، یعنی همدیگر امتحان میکنن و بالانس بین اینا، هیچ کدام از اون نمیتونه روی اون یکی نفوذ داشته باشه. مجریه کار خود چه میکنه، مقننه کار خود چه میکنه، قضاییه کار خود چه میکنه. بعدش نهادهای مدنی درست میشه که اونها قوانین مدنی دنبالش میاد. شما مثلا قوانین راهنمایی و رانندگی که نمیتونید برید تو قانون اساسی، اینها قوانینی هست که منطقه‌ای هست، هر کسی رویش اون قوانین منطقه‌ای خودش بحث میکنه، تمام قانون اساسی میشه همین. ولی حالا شما بیاید این قانون اساسی مشروطه که خیلی اصلا گندابش آنچنان گند بوده که گذاشتنش زیر خاک قانون اساسی 1906 ببخشید خاک هم ریختن روش، حالا اینا اگرم بخوان اینا توی خاک در بیارن بیرون، چون مومیایی نشده اصلا معلوم نیست که چیزی ازش باقی مانده باشه. یه عده دنبال این هستن، یه عده که توی خارج هستن، بعدش هم میگن ما میریم مجلس مؤسسان این لباس کهنرت رو توشش میکنه. بابا این گندیده و پوسیده و دیگه دو لباسی که سوراخ شده که نمیدونی درستش بکنی. قانون اساسی جمهوری اسلامی میخوانی که بهتر از قانون اساسی مشروطه است، از اول تا آخرش میبینی حرفای خوب خوب میزنه، آخر جملهش میگه مشروط بر این که طبق ضوابط اسلامی باشه یا این که طبق قانون باشه. قانون مطبوعات چه نگاه میکنی میبینی آقا جملات اولش خیلی خوبه، ولی وقتی که بعدن میبینی آقا طبق قانون وزیر نظر ولایت فقیه باید این انجام بشه، میگه آقا ولش کن. حقوق زن میخوانی میبینی که همه چیزش درسته، ولی بعد میگه که طبق قوانین شریعت و نمیدونم اسلام و این چیزا باشه، که خب اونم حق و حقوقش کاملا مشخصه. بنابراین شما نمیتوانید اصلاحات در این رژیم بکنید.
و تهجر این رژیم باعثه که باعث میشه که این رژیم قابل اصلاح شدن نیست، مگر اینکه قانون اساسیش عوض بکنه. تنها راهش اینه که شعار مردم بشه تغییر قانون اساسی، و این تظاهرات به جای مرگ بر این، اینه بکش، اون زندانی بکن، اون آتش بزن، آقا قانون اساسی عوض باید کرد. ما برای این کارم حتی آمدیم سیاستمداران خارجی نصیحت کردیم که شما هیچ نقشی نمیتوانید در ایران داشته باشید، تنها نقشی که میتوانید داشته باشید مثل اپوزیسیون خارج راهنمایی کردنه. بنابراین آمدیم قانون اساسی جمهوری اسلامی به انگلیسی هایلایت کردیم و قسمتایی که سیاستمدار خارجی ممکنه خوششان بیاد که این علت تمام بدبختی ایرانه. اینه بخوانید و انقدر روی ملت ایران تحریم نگذارید. تحریم هایی که شما گذاشتید در حقیقت آقازاده ها را کمک میکنه. شما یک چیز آمریکایی نمیذارید به ایران صادر بشه، اونا به هر حال اینه میخرن، از یه جایی میبرن اندونزی دوباره میارن اینجا به 3 برابر 4 برابر قیمت. ما با تفاوتش هم دلار میکنن میفرستن تو حساباشن تو آمریکا و اروپا و کانادا. این داستان اقتصاد ایرانه در این 37-8 سال گذشته. بنابراین شما اگر میخواید آقای آمریکایی، اگر میخواید تحریم روی ایران بذاری، تحریم بکن هوشمندانه. هوشمندانه یعنی این که بذار هر جنسی که میخواد بره، منتها نذار اون جنس آمریکایی در ایران به 5 برابر قیمت فروش بره. و وقتی که فهمیدی که یک نفر آمده مثل آقای خاوری 3 میلیارد دلار برداشته برده توی کانادا، یا مثل آقای احمدی نژاد که 10 میلیارد دلار برداشته برده تو ونزوئلا، یا آقای قاسم، آقای وزیر نفت رستم قاسمی 10 میلیارد دلار برده تو برزیل، اونها رو برو سانکشن بذار و اموال اونها رو ضبط بکن به نفع ملت ایران. حتی نصفش هم برای خودت، اموال اونها رو وضع کن، نصفش برای خودت، نصفش هم برگردان به ملت ایران، ملت بیچاره که هیچی نداره، نه آب داره، نه هوا داره، نه غذا داره بخوره. این حرف ماست با سیاستمدار خارجی، چون اپوزیسیون خارج هم اصلا جای نگرانی نیست، چون تمام این گروه ها رو که شما روی هم بذارید، و بنده ارادتمند و دوست همه شان هستن، از نمیدونم مجاهدش بگیر تا توده‌ایش و جبهه ملیش و شاه‌اللهیش و جمهوری خواهش و اینا، همه شان، همه اینها را اگر شما لیستی بکنید 1000 نفر هم نمیشن. یعنی اسامی چون حتما بنویسید 1 2 3 4 به رقم 1010 نمیرسید. یعنی اینا افراد اینطوری هستند و همم هم روی 60 سال و نمیدونم 70 سال و اینا، که اصلا دلشان خوشه که مثلا بشن در ایران بشن وزیر، بشن وکیل. اینا اصلا خب ایران برو نیستن. بنابراین اینها را اصلا شما کنار بگذارید. الان امید همه به زنان و جوانان دانشجوان ایرانی هستند. همونطوری که خانم سحر مهرابی رفت جلوی رهبر سخنرانی کرد و حرف از قانون اساسی زد، اصل 110 بهش گفت، اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی هم گفت، این نمونه میلیون ها دانشجو و جوان ایرانیه. زنان و جوانان ایرانی باید بچسبن به قانون اساسی و تغییر قانون اساسی، اگر واقعا دنبال تغییر در ایران هستن. و الا خب شما برید فلان نمیدونم مدرسه علمی هم آتش بزنید، خب یه خورده به اصطلاح دلتان خنک میشه، نمیدونم انتقام گرفتید، ولی به کجا میرسید؟ اینا دوست مثل علف حرس هستن، شما هر چی بکنید اینا دوباره ثبت میکنن. تنها راهش اینه که زمینه رشد اینها که همون قانون اساسی است که در چارچوب قانون اساسی اینا کار میکنند، اون نابود بکنید، قانون اساسی تغییر بکنید، تغییر بدید. من به عنوان حسن ختام این کار دوباره سخنرانی آقای خاتمی امام جمعه تهران برای شما میگذارم، که شما نگاه بکنید که هیچ راهی ما نداریم مگر اینکه قانون اساسی عوض بکنیم. تا برنامه آینده خدا حافظ شما. مردم ما توجه داشته باشند که نظام ما
بر اساس یک چارچوبه داره اداره میشه. چارچوبش قانون اساسی است که میثاق ملت ماست. چهار اصل در این قانون اساسی، اصل کلیدی است که در اصل آخر آمده هیچ کس حتی در بازنگری حق تغییرش را نداره. یک، اسلام. دو، ولایت فقیه. سه، جمهوریت نظام. چهار، مذهب رسمی کشور. این چهار اصل رو قانون اساسی گفته. هر کی بیاد مجلس، هر کی بیاد دولت، هر کی بیاد در نهادهای دیگه، در این چارچوبه باید عمل کنه.